اخباری از تحولات عراق. تلویزیون فلوجه گزارش داد که روز دوشنبه نیروهای عشایر یک هلیکوپتر وابسته به نظامیان مالکی را در استان الانبار سرنگون کردند. این هلیکوپتر با آتشباری وحشیانه‌ای خیابان‌های مسکونی شهر و اطراف آن را مورد هدف قرار داده بود. سپهبد ستاد صلاح الدین دلیمی از فرمانده شورای نظامی عشایر عراق در مصاحبه با الجزیره گفت جبهه‌های جدیدی بر روی مالکی باز خواهیم کرد. وی افسود نیروهای عشایر بر هدف‌های حیاتی در رمادی و فلوجه مثل سد فلوجه و گرمه و سقلاویه و مدینه الملعب و حی العادل تسلط دارند. حسن العلوی نماینده پارلمان عراق از جریان صدر گفت باید تلاش‌ها را برای خارج کردن ارتش عراق از استان الانبار متمرکز کرد. به افسود مالکی در بحران الانبار در تنگنا قرار گرفته است. اگر متوقف شود به این معنی است که ماموریتش شکست خورده و اگر به فلوجه حمله کند خسارت و تلفات بیشتری متحمل می شود. به گزارش تلویزیون الجزیره بیمارستان فلوجه توسط نظامیان مالکی هدف بمباران قرار گرفت و در اثر آن 4 تن از کارکنان آن شامل رئیس تیم پزشکی بیمارستان زخمی شدند. کارکنان بیمارستان فلوجه به وزارت بهداشت 24 ساعت مهلت دادند تا بمباران‌ها را متوقف کنند. بنا به این گزارش طی بمباران بسیار سنگینی در فلوجه 4 شهروند کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اسامه نجیفی رئیس مجلس عراق با یک بسته انفجاری که ستون او را هدف قرار داده بود مورد سوء قصد قرار گرفت، اما به وی آسیبی نرسید. به گزارش تلویزیون عراف دین در این حمله 2 تن از افراد حفاظت نجیفی مجروح شدند. آمریکا حمله به ستون خودروهای اسامه نجیفی در نزدیکی استان نینوا را محکوم کرد. به گزارش تلویزیون البابلیه مزدوران رژیم آخوندی در عراق دفتر روزنامه از صباحت جدید در بغداد را به علت چاپ کاریکاتور خامنه‌ای با بمب هدف قرار دادند که در اثر آن خسارات مادی به ساختمان این روزنامه وارد شد.